vedette de l'opposition iranienne. Vous connaissez son visage à travers de très nombreuses vidéos qui circulent dans la diaspora iranienne et au-delà. Vous connaissez ses textes, publiés en particulier dans le journal Chargalozat. Il s'agit de Reza Ali Nourizadeh. Je lui donne la parole. De tenir, trying to hold the 7-8 minutes. Sure. You were a little longer, doctor. Well, it was great. So, ba salam va durud be hame shoma va hamintor tashakkur az janab Bernardevi be khatir davat kardan man har roz shon besyar harf mizanam va sar shoma ro dard miyadam banabar inja besyar kutah khaham bud chon shoma ziyad niyazi nadarid tarfay man har roz mishe. اما چون قرار است که اینا همزمان ترجمه بشه من نوشتم، ترجمه دادم بدون نوشته باشه، ولی به هر حال نوشتم. 6 سالم بود که با ژان والژان آشنا شدم. به 10 سالگی نرسیده انقلاب فرانسه را از همه زوایا در برابر چشم داشتم. از آن هم فراتر نوعی دلبستگی عاطفی به ناپلئون پیدا کرده بودم که بعدها در مصر در جستجوی یادگارهایش به حقایق تکاندهندهی رسیدم. برخلاف هم نسلانم که دلباخته بیبه بودند، همان گربه ملوس فرانسه بریژیت باردو، من عاشق کده شدم. کاترین دونو، بانوی راست قامتی که همه ذرات وجودش فریاد میزد نماد حقیقی فرهنگ و کرامت فرانسه بیست. وقتی امیل زولا را شناختم، تصمیم گرفتم وکیل شدم و از بیگناهان دفاع کنم. میشل فوکو اما مرا به دنیای سیاست مشتاق کرد. فلسفهش همه انسان بود و اندیشهش انسانی. فرانسه برای نسل ما اگرچه در شورش 68 و پیش از آن نبرد الجزایر چهره‌ای مخدوش یافته بود، اما وقتی برای نخستین بار از پله‌های تپه شهادت مون مارت بالا رفتم و شبم را با نقاشان و نوازندگان دورگرد قسمت کردم، بار دیگر فرانسه اعتباری یافت که هیچ یک از سرزمین‌های دیر و دور صاحب آن نبود. در روزهای انقلاب فرانسه قبله میلیون‌ها ایرانی شد که دیو را فرشته بنداشته بودند و گمان می‌کردند وقتی او از راه برسد خوشبختی و عدالت و شربت سیاه سرفه را تقسیم خواهد کرد. خمینی از راه رسید و پاسخ فداکاری ملت را با یک هیچی بزرگ که تعبیری از احساسش بود داد. بر بام مدرسه علوی نخستین قربانیان انقلاب پیروز جان باختند. بار دیگر ایران خونین شد و این بار باز هم فرانسه بود که به روی پناهجویان ایرانی آغوش کشود. پناهجویانی که در جمعشان آخرین نخست وزیر شاه، رئیس جمهوری اول خمینی، فرمانده نیروی دریایی، ژنرال تندخوی شاه، دیپلمات‌های سابق و بعداً لاحق، حتی نویسندگان، زنان روشنفکر و مردان دلبسته فرهنگ و فلسفه و البته هنرمندان نامدار دیده می‌شدند. روزی که تنها 6 ماه بعد از انقلاب در شماره 17 راسپیل به دیدن دکتر بختیار رفتم و اراده او را در ستیز برای رفع ظلم و براندازی استبداد دیدم، شادمان شدم که فرانسه عزیز ما همچنان پایگاه آزادگان و آزادگی است. بگذارید از تاریخ بگویم. 100 سال پیش یا کمی بیشتر، در روزگاری که محمد علی شاه قاجار با به توپ بستن مجلس و اعدام و حبس مشروطه خواهان گمان داشت بساط مشروطه را برچیده است و بار دیگر در مقام شاه مستبد هر چه می‌خواهد می‌کند، شماری از آزادی‌خواهان ایران از جمله جد بختیار در کافه دولاپه در پاریس هر روز جمع می‌شدند و به بحث در باب اوضاع وطن می‌پرداختند. به نوشته مخبر السلطنه هدایت، دولتمندی که عصر 6 پادشاه را دیده است، کسی از ایران آمده بود که حکایات بسیار از ظلم و جور داشت. سردار اسد به یکی از نزدیکانش گفت برو و بلیت بازگشت وطن رو بگیر. هفته بعد از مارسی به سوی محمل
خرم شهر امروز حرکت کرد. همون بود که به کمک دیگر آزادی خواهان بساط ظلم محمد علی شاهی را برچید و ایران را صاحب حکومت پارلمانی کرد. بختیار، امینی، الهی، مظلومان، قاسملو، شرفکندی و دخاتن دیگر از آنان که در پاریس پایگاه مبارزاتی خود را قرار داده بودند، در آرزوی آزادی و دموکراسی به دست جلادان رژیم به قتل رسید و یک چند فضای پاریس از تنین خوش مبارزان آزاده خالی شد. اما بار دیگر پرزیدنت سرکوزی و وزیر خارجه‌اش کوشنر با ابراز محبت به جنبش سبز آزادی خواهی ایران نشان دادند فرانسه به عهد خود با میثاق جهانی حقوق بشر و دموکراسی پایبند است. البته بگذارید گلایه کوچکی داشته باشم، نه از اینکه چرا وکیلی راد یکی از قاتلان دکتر بختیار و سروش کتیبه را آزاد کردیم. قوانین فرانسه اجازه نمیدهد او را بیشتر در زندان نگاه داریم، اما چرا حالا در آستانه سالروز کودتا و تازه وقتی فرانسه مشاهده کرد قاتلی مورد استقبال معاون وزیر خارجه ایران، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و روابط خارجی در مجلس و یک دوجین از فرماندهان سپاه و مدیران وزارت اطلاعات و امنیت رژیم قرار میگیرد، چرا اعتراض نکرد؟ آیا او قاتل فردی نبود که عاشقانه فرانسه و فرهنگ و زبانش را دوست داشت؟ آیا بختیار در جوانی در نهضت مقاومت فرانسه با نازی‌ها و فاشیست‌ها نجنگیده بود؟ باری به موضوع برگردم. یک سال پیش در چنین روزی ایران همه لبخند بود و امید. موج سبز بر بستر ناامیدی‌های مردم شکل گرفته بود. با آنکه موسوی و کروبی دو ستون از ستون‌های سقف انقلاب و جمهوری و ولایت فقیه بودند، اما در کوتاه زمانی موفق شده بودند قلب میلیون‌ها ایرانی ضد رژیم را فتح کنند. به فاصله تنها یک روز در بزرگترین تقلب تاریخ ایران، ولی فقیه و خادم کوتولش لبخند را بر لبان مردم ایران قیچی کردند و موج سبز را به خون کشیدند. فرزندان ایران زمین از زن و مرد یک روز پس از کودتا در معرض حمله مغولان جدید قرار گرفتند و بعد دادگاه‌های نمایشی بود و اعدام و زندان‌های طولانی و کمدی درام اعترافات. فرانسه با ما ماند و هست، از این بابت ممنونیم. اما از امروز به بعد چشم انتظار حمایتی دیگر است. نه پول می‌خواهیم، نه سلاح، حتی اعلام همبستگی زبانی نمی‌خواهیم. آنچه می‌طلبیم صدق است و یک رویی. فرانسه همچون دیگر دموکراسی‌ها نباید به رژیم بربر صفت امتیاز بدهد. نباید مشکل شما فقط پرونده اتمی باشد و فردا با گرفتن امتیاز به روی خامنه‌ای و احمدی نژاد لبخند بزنید. من فرانسه ژان والژان و امیل زولا را دوست دارم، فرانسه کوکتو و سارت و فوکو را، فرانسه کاترین دونو و ادیت پیاف و ژان میشل جار را، فرانسه گودار و سن اگزوپری و مستر برنارد دی را، فرانسه دوگل را. با این فرانسه با همه وجود رفیقم و دستهای یکایی که شهروندانش را میفشورم. آن سو در خانه پدری من میلیون ها انسان در بند چشم به این سو دارند. حالا ما بعد از 31 سال بی توجه به گروه و حزب و مذهب و قوم زیر این سقف گرد آمدیم. حادثه مبارکی است که فقط می توانست در فرانسه اتفاق بیفتد. مرسی.